پس بیاید نمودار ستونی خودمون را با استفاده از بانک جهانی رسم کنیم. ما نباید نمودار خودمون را با همه کشورها زیاده از حد شلوغ کنیم. بلکه بهتره روی بعضی از موارد برجسته تمرکز کنیم. بنابراین خودمون را محدود می کنیم به ده کشوری که بالاترین هزینه بهداشت و درمان بر نفر رو دارن. شما همینطور می تونید به مقادیر دیگهی مثل مقادیر حدی یا متوسط هم نگاه کنید. برای انجام این کار مجموع داده های بانک جهانی رو برای یک سال مثلا سال 2009 قربال میکنیم داده های قربال شده بانک جهانی رو بر حسب ستون هزینه کلی بهداشت و درمان بر نفر مرتب میکنیم فراموش نکنید که همه صفحه رو انتخاب کنید نه صرفا ستون این رو که میخواید مرتبش کنید توی این ستون ده کشور بالا رو انتخاب کنید یعنی یازده ردیف اول شامل ردیف اسامی و اون رو توی صفحه دیگه کپی کنید. برای این کار کنترل C رو برای کپی داده ها فشار بدید و بعد یک صفحه جدید درست کنید و توی اون کنترل V رو بزنید. به دلیل نحوه کارکرد گوگل داکس حالا باید سوتون های داده ای رو که وارد کردیم در کنار ستون اسم کشورها قرار بدیم. یعنی ستون A. روی برچسب خاکستری کلیک کنید و اون رو انتخاب کنید. موس رو رها کنید و بعد کلیک کنید و بکشید تا وقتی که در موقعیت مورد نظرتون قرار بگیره حالا ستون A شما باید اسم کشورها باشه و ستون B هزینه کلی بهداشت و درمان بر نفر صفحه شما تا اینجا کار باید به این شکل باشه حالا دو ستون اول رو انتخاب کنید و از روی منوی اینسرت، نمودار یا چارت رو انتخاب کنید. یکی از نمودارهای پیشنهادی باید نمودار ستونی باشه. یا همون کالم. روی اون کلیک کنید و پیش نمایش اون رو ببینید. کمی با گذینه های مختلف بازی کنید و تنظیمات رسم نمودار به سلیقه خودتون رو امتحان کنید. و مثلا رنگ ستون ها جای راهنمای نمودار و غیره رو تغییر بدید. وقتی که کارتون تموم شد روی این کلیک کنید و نمودارتون را ببینید. اگر روی نمودار کلیک کنید میتونید اون رو به اطراف حرکت بدید. به مثلث بالای نمودار توجه کردید؟ این یک منوی گزینه های ممکنه. ادیت رو انتخاب کنید تا تنظیمات نمودار را تغییر بدید. آیا میتونید اون رو به یک نمودار میله تغییر بدید؟ خب پس حالا میدونید چطور یک نمودار ستونی رسم کنید همونطور که احتمالا متوجه شدید میتونید نمودارهای گوگل رو طوری شخصی سازی کنید که با رنگ برند شما جور باشه شما میتونید نمودار را به صورت یک فایل تصویری دانلود کنید و حتی میتونید اون رو توی وبسایت خودتون جاسازی کنید که به معنی اینه که اگه نمودار قابل کلیک باشه این قابلیت ها حفظ میشن این یک ابزار واقعا کاربردیه انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که میتونید استفاده کنید و ما توی مدرسه داده یک کتابچه مخصوص برای اون تهیه کردیم. در زیر میتونید منابع و اطلاعات بیشتری رو از طریق وبسایت ما پیدا کنید. schoolofdata.org